درود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان با یک برنامه دیگر از میز گردهای همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز سه مهمان بزرگوار داریم: آقای بهروز عارفی، آقای بهروز فرهانی و آقای کامبیز قائم مقام. به هر سه مهمان بزرگوار خوش آمد میگم. امروز قرار هست در مورد اعتصابات و اعتراضات در ایران صحبت بکنیم. من مایلم پرسش نخست را از آقای فرهانی بپرسم. آقای فرهانی، شروع اعتصابات در ایران بر اساس چه مطالباتی شکل گرفت و خواسته اصلی کارگران چی هستش؟ صداتون قطع است اگر میکروفونم باز کرد. من سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز و دو رفیق مهمان دیگه، دو دوست رفیق. امیدوارم که خوش و سلامت باشم، به خصوص آقای کامبیز و آقای مقام که با فاصله من با ایشون در تماس هستم. خدمت شما عرض کنم که همچون که خودتون میدونید، از 29 خرداد این ماه تظاهرات و اعتراضات کارگری در ایران شروع و کارگرای پیمانی صنعت نفت در ایران شروع شد که اصلی ترین مطالبهشون رو بخوایم اگر بگیم، مسئله داشتن کف حقوق 12 میلیونی هست برای همه و از اون به بالاتر برای نیمه ماهرها و ماهرها انواع دیگه، و به خصوص مسئله 20 روز کار 10 روز استراحت. چون الان اونا وضعیت که دارن اینی که 24 روز کار میکنن، 6 روز در واقع میرن برای استراحت، که از اونجایی که مناطقی که اینها کار میکنن و محل سکونتشون اینها 24 روز کار میکنن و 4 روز استراحت دارن. مسئله دیگه که در خواستارشون مطرح شده، پرداخت به موقع حقوق. این مرض مزمن کارفرماها در ایران که با ندادن حقوق کارگرها به موقع برای خودشون یک تنخواه گردان درست میکنن. آقای فرهانی هستین؟ خب فکر من مثل اینکه الان وصل هستید، بفرمایید. الان صداتون رو داریم، بفرمایید. تا اینجا صحبت منی شنیدین؟ تا اونجایی که گفتید که این مرض مزمن ندادن حقوق، نه مرض مزمن ندادن، عدم پرداخت حقوق کارگران و کارکنان به طور کلی به موقع هست که کارفرماها از این استفاده میکنن و یک تنخواه گردان برای خودشون درست میکنن، از پول حقوق پرداخت نشده دست به سوداگری میزنن در انواع اقسام رشته ها، به خصوص در ارز، در مسکن و همه اینها. یکی از خواسته هاشون پرداخت به موقع حقوقه. مسئله دیگه که بسیار بسیار مهمه اینه که حق تشکل و اعتراضشون به رسمیت شناخته بشه، و اینا همه شعارهای مشترک همه کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران. شما وقتی تظاهرات هپویی را نگاه میکنید، فولاد اهواز رو نگاه میکنید، ماشین سازی تبریز رو نگاه میکنید، همین ها رو میبینید. یعنی این کارگران صنعت نفت همون درد مشترک همه حقوق بگیران ایران رو دارن فریاد میکنن، با این تفاوت که شرایط کار اونها واقعا وحشتناک و طاقت فرساست. در گرمای بالای 50 درجه و فشارهای شدید، دوری از خانواده، زندگی در کانکس هایی که در واقع کانتینره، اصلا این نیست که خوابگاه معینی باشه. عکسایی که از اونجا اومده، نه یکی، نه دوتا، نه یک جا، نه دو جا، بلکه این خوابگاه بزرگی که در همه این مناطق هستن که ده ها خوابگاهه، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که حالتش یاد زندانهای جمهوری اسلامی تو دهه 60 آدم میفته که زندانیا رو هم دیگه تلمبار میکردن از وقتی که تعداد زندانیا زیاد بود. و اینا اعتراضی کردن در همین زاویه است، به خصوص مسئله حق تشکر رو مطرح کردن و این مسئله کف حقوق 12 میلیونی به خصوص خیلی مهمه، به خاطر اینکه شرایط سورئالیست آدم میبینه اونجا. در یک پروژه معین سه تا کارگر دارن کار میکنن، یکیشون استخدام رسمی شرکت نفته، یکیشون مال یک شرکت پیمانی است که قرارداد باش داره، و یکیشون یه شرکت پیمانی دیگه است که فاقد هر نوع قراردادیه و روزمزده، و تفاوت حقوق اینها میتونه از 3 تا 5 تا 12 میلیون در واقع با هم یه فرق داشته باشه. و این خواسته هایی که هست که مطرح شده
بعضی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن که درخواست اینها حقوق 12 میلیونی برای همه است. نه، کف حقوق رو میگن باید 12 میلیون باشه، از اون به بالا برای اینکه کارگرای فنی و ماهر الان 15 میلیون میگیرن که درخواستشون این است که برسه به 17 میلیون، کارگرای نیمه ماهر الان درخواستشون این که بشه 12.5 میلیون، و خدماتی ها که 14.5 میلیون تومان هست که اینا درخواستشون این که بره بالا. و 12 میلیون هم رقمی نیست که از هوا اومده باشه یا یک ادعای بسیار ناوارد و نابجایی باشه که مطرح شده. این محاسبه ای هست که اقتصاددانان مستقل که کردن سبد معیشتی یک خانواده ای که 3.3 نفر آدم توش باشه به طور متوسط، این 12 میلیون برای یک زندگی انسانی، یک زندگی درخور و شایسته رقمی هست که در واقع کافی. این خواسته های اونهاست. من تاکید میکنم روی این، درسته که اینها پیمانی ها هستند، درسته که در صنعت نفت هستند، ولی در واقع پرچمدار خواسته های عمومی بیشتر کارگرها و حقوق بگیران ایران هستند که الان ما در 16مین 17مین روز تظاهرات هستیم. خیلی متشکرم از شما آقای فرانی. آقای عارفی، اگر ما الان ابراهیم رئیسی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند از سوی سیستم، ایشون عضو هیئت مرگ هست و متهم به جنایت علیه بشریت هست، آقای محسنی اژه‌ای رو به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب کردند، کسی که چه در زمانی که دادستان بود از ده ها و صد ها فعال اعترافات اجباری تحت شکنجه گرفته، چه در زمانی که دادستان بود، چه در زمانی که توی وزارت اطلاعات بود متهم هست ایشون، و قالیباف هم رئیس مجلسی هستش که خب به گفته خود آقایون توی سرکوبگری اعتراضات دست ید طولایی داره. آیا این اعتصابات رو اگر ما در نظر بگیریم، به نظر میرسه که با این ترکیب جمهوری اسلامی یک آرایش جنگی گرفته در مقابل اعتصابات و اعتراضات؟ شما چی تحلیل میکنید؟ فکر میکنید که به کجا میرسه این جدال و این برخورده از طرف حکومت و رژیم و کارگران و کسایی که الان در اعتصابات و اعتراضات هستن؟ صداتون قطع هست آقای عارفی، اجازه بدید الان اگر صداتون رو وصف بفرمایید. خودش باید وصف کنه. بله، خودتون اگر وصف کنید اونجا میکروفون رو. بله، خودتون. بله. با درود به دوستان عزیز شرکت کننده در این بحث و همینطور به بینندگان گرامی شما، اگه خوب نگاه بکنیم در این 42 سال سیاست کلی حکومت بدون اینکه چه کسی در قدرت بوده طبیعتاً همین سیاست بوده، همیشه در ارتباط با اعتصاب کارگران سرکوب مسئله اصلی حکومت بوده و ابتدا سعی میکنن نادیده بگیرن. و همینطور هم اگر همین امروز هم نگاه بکنید به مطبوعات رسمی رژیم و ارگان‌های کشور، حتی از آوردن کلمه اعتصاب اینا ابا دارن. مدیر کل روابط کار کوروش یزدان که رفته دیروز محل اصلویه با کارفرمایان ملاقات کرده ولی حاضر نشده با کارگران اعتصابی ملاقات کنه، گفته که ما با کسانی ملاقات میکنیم که سر کار حاضر باشن. یعنی از نظر سیاست تغییر اساسی نخواهد داشت. درسته که یک نوع تودهنی زدن به افکار عمومیه که کسی که به جنایت علیه بشریت متهمه و کسی که سابقه خوبی در دادگستری نداره، رئیس دادگستری میشه، یکی هم رئیس جمهور حکومت میشه، این نشون میده که اینا هیچ ابایی ندارن برای حفظ منافعشون هر مهره‌ای که حتی بدنام هم باشه روی کار بیارن. و واقعیت اینه که در سیاست اصلی این حکومت تأثیری نخواهد داشت. و در ارتباط با همین اعتصاب نگاه بکنیم، جز یک سری از روزنامه ها که صحبت از اعتصاب میکنن، حتی از آوردن کلمه اعتصاب اینا خودداری میکنن و طبیعتاً خطر سرکوب اعتصاب سراسری کارگران شرکت نفت
باش روبرو هستیم، به ویژه این که یه ماه دیگه کسانی سر کار خواهند اومد که سابقه جنایت علنی تر دارن، یعنی ولی در دولت روحانی در 8 سال دیدیم که سیاست سرکوب همون سیاست سرکوب گذاشته بود با یه سری افت و خیزها و در قیام مردم برای اعتراض به قیمت افزایش قیمت بنزین هم دیدیم که اینا از این که روی مردم شلیک بکنن هیچ گونه ابایی ندارن، باکی ندارن و بالاتر از 1500 نفر مردم رو به خاطر اعتراض به یک قیمت غیر قابل تحمل بنزین که مخارج روزانه اونا رو بالا می برد اینا رو به گلوله بستن. به همین جهت من فکر نمی کنم در سیاست اساسی حکومت تأثیری پیدا بکنه، منتها این دوتا نمونه رئیسی و اژه‌ای امکان میده که بیشتر اینا رو افشا کرد و همینطور که ارگانهایی مثل عفو بین الملل میخواد رئیسی رو به عنوان جنایت علیه بشریت به محاکمه بکشونه که حتما روند خیلی خیلی طولانی باید طی بکنه، طبیعتا باید اپوزیسیون گام به گام با مردم با خانواده بازماندگان جنایت سالهای 60 و به ویژه سال 67 تلاشاشون رو اضافه کنن تا شاید این جنایت به فراموشی که حتما سپرده نخواه شد بلکه شاید مطرح بشه در یک دادگاه بین المللی. متشکرم از شما جناب آقای عارفی. آقای قائم مقام، در ایران هر گونه تشکلی، هر گونه تجمعی با سرکوب حکومت روبرو میشه و طبیعتاً تشکل‌های کارگری هم از این موضوع مستثنا نیستن. الان کارکنان صنعت نفت و گاز گفتن که اگر به خواسته‌هاشون نرسن اعتصابات رو بیشتر از این میکنن، در این حال حکومت هم پاسخ داده که اخراج میکنه، یعنی تهدید به اخراج کارگران کرده. به نظرتون در نبود این تشکل‌های کارگری، یعنی نبودش که یعنی وجود داره ولی خب با سرکوبش سرکوب میشه، کارگران چطور میتونن که خواسته های به حق خودشون رو بدون از دست دادن، در واقع ترس از دست دادن کار، این خواسته ها رو مطرح بکنن؟ ببینید، در تمام این جریاناتی که از قدیم اتفاق افتاده، هر جای دنیا اتفاق افتاده، یه مقدار شما میپردازید برای این داستان. یعنی خیلی مشکله که یک نهضتی شروع بشه بدون اینکه به اصطلاح در رابطه با جریانش یه مشت جریانت رو باید بپردازه. این هستش، یعنی دستگیری توش از کشتن توش از غیره هست. یعنی ما سابقه نداشته که مبارزات علیه دیکتاتوری رو تو جامعهمون به اصطلاح یا هر جای دیگه بدون اینکه رو در رو شدن، بدون اینکه به اصطلاح تلفات بدن، انجام خواهد شد. منتها باید نوعش رو، خوشبختانه جنبش چریکی تو ایران شروع نشده، چون اگر جنبش چریکی تو ایران شروع بشه ماجرا عوض میشه، نتیجتاً خشونت به اصطلاح دولت چندین برابر میشه و خودش این اجازه رو میده که هر کی رو به عنوان این ماجرا بین ببره. و خوشبختانه این داستان الان نیست، داستان ماجرای به اصطلاح جنبش کارگریه. جنبش کارگری بالا پایین داره، توش بالا میره پایین میاد، بعد همش در حال جنگ و گریز خواهند بود با ماجرا. این سیستم مبارزه کارگری است و عملا رشد میکنه. گاهی اوقات هم میره کنار و برای یک سال شما نمیبینید، ولی پایش وقتی ریخته بشه دو مرتبه شروع میکنه. اینا میگیرن و نه همیشه بوده، کارگرا رو گرفتن، نمیدونم زندان کردن، شلاق زدن، فلان کردن، هر جای دنیا اون کشورهای استرا دیکتاتوری که بوده این حالت انجام شد، ولی نهضت ادامه خواهد داشت. من فکر نمیکنم دیگه بتونن این ماجرا رو سرپوش گنده بذارن یا خفقان وحشتناک وجود دارن. ولی خطر دیگه وجود داره توی جریانات. من روز به یک از مصاحبه یک از این آدم ها توجه میکردم، بسیار جالب بود. احتمال اینو داره در رابطه با شرکت نفت اینها بیان بگن ما 10% به شما میدیم پول رو و نجاتاً ماجرا رو بذارید کنار. اشکال کار اینه وقتی حقوق رو 10% میبرن بالا بدون اینکه جریانات دیگه
به اقتصادی جامعه رو در نظر گرفته باشن، کاری که میکنه انفجار بیشتری انجام خواهد شد، یعنی وضعیت وحشتناکتر خواهد شد، ارزش پول بیشتر میاد پایین، یعنی باز به ضرر داستان خواهد بود، برای اینکه فکری برای این ماجرا نکردم که بتونم این کار انجام بدم. در حال این داستان جنبش کارگری یک به اصطلاح پدیده جالب و درستیه که داره انجام میشه در مقابل این رژیم که از هیچی هم نمیگذره، اینا تا روز آخر خواهم کشت، اصلا بحثی درش نیست، بعدا من جایم ندارم برم، ولی همه دیکتاتورها من نمیدونم چرا این پند رو نمیگیرم، از کل ماجرایش از موسولونی بگیرین، صدام بگیرین، غیره بگیرین، اینا این پند رو نمیگیرن که این انتها داره براشون، ولی با تمام تفاصیل اینا دارن این ماجرا رو ادامه میدن، ولی من آینده درستی رو میبینم. متشکرم از شما آقای فرانی. شما با توجه به اینکه توی حوزه مسائل مربوط به کارگران کار کردید، من این سوال رو مشخصا از این منظر از شما میپرسم. حالا به هر حال افزایش حقوق و داشتن امنیت شغلی و قرارداد رسمی اینا از حقوق کارگران هست، شکی توش نیست. آقای مقام هم به درستی بحث خشونت پرهیزی رو مطرح کردن. حالا ما اگر به تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، هر بار قشرهای مختلف مردم اومدن اعتراض کردن ولی با سرکوب مواجه شده. 78 دانشجوها بودن، 88 طبقه متوسط بودن، الان دیگه طبقه کارگر بلند شدن و این اعتصابات در ابعاد مختلفی داره شکل میگیره. آیا میشه امیدوار بود که این جنبش کارگری فراگیر بشه و نتیجتاً به گذار مسالمت‌آمیز و بدون خشونت از جمهوری اسلامی منجر بشه؟ میتونیم ما امیدوار باشیم به این موضوع؟ ما اینکه جنبش کارگری فراگیر بشه یا اساساً یک جنبش ضد جمهوری اسلامی فراگیر بشه، سطح خشونت رو هیچ وقت این جنبش‌ها تعیین نمی‌کنه. سطح خشونت رو در هر مبارزه‌ای رژیمی که سرکاره تعیین میکنه، اونه که در مقابل اون دست به خشونت میزنه، خشونت حد اکثری میزنه یا غیره. ما در تمام این جنبش ها دیدیم، در بهار عربی هم دیدیم، این جنبش های مردمی نبودن که سطح خشونت رو دست به خشونت دادن و سطح خشونت رو بردن بالا. در همه این کشورها این رژیم های حاکم هستن. در ایران هم ما استثنایی نداریم. ایران هم کشوری مثل کشورهای دیگه با یک دولتی که روی سرنیزه نشسته، 42 سالی که با سرنیزه حکومت میکنه و هیچ دلیلی نداره که در مقابل یک جنبش فراگیر هر چقدر هم خشونت پرهیز باشه دست به خشونت نزنه. و وقتی در مقابل یک جنبشی دولتی دست به خشونت بزنه، شما دست پس جلوش وایسید، و در واقع شما دارید جنایت میکنید و دارید مردم رو مثل گوشت دم توپ میدید به دست این سپاه و به دست این ارتش و غیره. اینی که رهبری که فکر براندازی این نظام رو میکنه، قطعاً باید مردم رو برای اینکه در یک درگیری نهایی در با خشونت این رژیم روبرو بشن آشنا بکنه و این موعظه هایی که به نام پاسیفیسم، به نام خشونت گریزی و غیره میشه، واقعا موعظه است، بر پایه هیچ پایه علمی نداره. تکرار میکنم، سطح خشونت رو او کسی تعیین میکنه که انحصار سلاح رو داره، یعنی دولت، یعنی رژیم حاکم. در دوران شاه هم همینطوری بود، اون بود که این خشونت رو تعیین میکرد. جنبش مردم کاملا مسالمت‌آمیز بود، در 6 ماه 8 ماه کاملا مسالمت‌آمیز بود. اونها بودن که یک تشریع رو ایجاد کردن، اونها بودن که دست به خشونت زدن. این رژیم اما به مراتب از اون بدتر خواهد بود، به خاطر ماهیت مذهبیش، به خاطر دیکتاتوری وحشتناکی که ایجاد کرده و این سیستم هرمی قدرتی که داره که اون والی فقیه اون بالا حرف ولایت فقیه هر تماسی رو میتونه، هر تصمیمی رو بگیره، به زور سلاح میتونه اجراش بکنه. قطعا ما با خشونت روبرو خواهیم بود و این چه دانشجویی باشه، چه کارگری باشه، چه طبقه متوسط، این هست. همینجور هم دیدیم جنبش 78 رو در خون خفه کردن، دانشجوها رو از طبقات بالای ساختمون پرت کردن پایین. جنبش 88، جنبش 300 رو که دیگه از اون مسالمت آمیزتر دیگه نمیتونست باشه، دیدیم ما چه خشونتی سرکوبش کردن. جنبش آبان، مگه جنبش آبان یا دی ماه 96 و آبان 98، مگه مردم با اسلحه هم شروع کردن به اعتراض کردن؟ نه به هیچ وجه. اینا بودن که اینا رو به خون کشوندن، اونها بودن که بین 500 تا 1500 نفر میگن کشته داشته این دو خیزش قهرمانانه مردم ایران. و جنبش کارگری ویژگیش اینه که خب بسیار فراگیره، دست به جای حساسی میزنه. تفاوتش با دانشجوها و جنبش طبقه متوسط، اقشار متوسط، اینه که وقتی کارگر اعتصاب میکنه تولید رو میخوابونه، وقتی کارگر اعتصاب میکنه اقتصاد میخوابه، و
و هیچ کدوم هیچ نیرویی در جامعه نیست که این قدرت اجتماعی رو داشته باشه که بتونه چنین آسیبی رو در واقع به پایه‌های اقتصادی نظام حاکم بزنه. برای همین هم نقش طبقه کارگر در یک جامعه سرمایه‌داری یک جامعه نقش محوریه. از طرف دیگه آقای مقام بهش اشاره کردن، جنبش کارگر ایران امروز دیروز نیست که به حرکت در اومده. حتی همین جنبشی که ما الان با این وسعت شاهدش هستیم پارسال 5 هفته ادامه پیدا کرده بود و اونجوری که خود کارگرها بعدم گفتن 80% خواستهاشون هم رسیدن، یعنی رژیم رو وادار به عقب نشینی کرد. طبقه کارگر در ایران تنها نیروی ملی رژیم استبدادی ولایت فقیه رو بارها وادار به عقب نشینی کرد. حتی موقعی که در دهه 60 موقعی که کشتار فعالین سیاسی و مخالفان و دگراندیشان شروع شده بود و واقعا خیابان‌های ایران رو کف خیابان‌های ایران خون را افتاده بود، وقتی که احمد توکلی با اون قانون قرون وسطایی اجاره باب اجاره قرآن اومد که بگی که ما حقوق قانون کار نداریم بلکه باب اجاره و مستأجر و اینا این قضیه رو حل میکنه، شورشی که کارگرا کردن، اعتراضاتی که کارگرا در سطح کارخونه‌ها کردن و دست از ساخت کشیدن، با وجود خمینی با اون کاریزمایی که داشت و نقش عظیمی که داشت در مستی توده اون دوره، دولت عقب نشینی کرد. طبقه کارگر نقشش با اقشار متوسط و دانشجو این تفاوت داره. ضمناً مبارزه طبقاتی هم مثل جاذبه زمینه، شما احساسش نمی‌کنید ولی همیشه حضور داره. یعنی شما همیشه احساسش نمی‌کنید ولی همیشه حضور داره. بعضی وقتا این حضور با قدرت خودش رو به همه نشون میده، مثل الان، مثل جنبش جدید کارگری که راه افتاده. و فراموش نکنیم که فقط این جنبش صنعت نفت نیست، در 3-4 سال گذشته ایران سرزمین اعتراضات اعتصابات کارگری بوده. به لحاظ تعداد اعتراضات و اعتصابات کارگری، اون هم در کشوری که اعتصاب ممنوعه، یادمون نره اعتصاب ممنوعه. و حتی بعد از پایان جنگ، بعد از دوران بازسازی که آقای رفسنجانی راه انداخته بود و غیر و این حرفا که میگفتن دوران صلح هست و بازسازی هست و جامعه رو باید دوباره ساخت، استصفار شد از آقای خامنه‌ای که آیا کارگران در مخالفت در درگیری‌های کاریشون با کارفرماها حق دارن از سلاح از وسیله اعتصاب استفاده بکنن و دوران جنگ چون تموم شده آیا اینا حق دارن که این کارو بکنن؟ و ایشون با قاطعیت جواب داد نخیر، در حاکمیت اسلام، در حکومت اسلامی کارگر حق اعتصاب نداره چون علیه قدرت خدا اعتراض میکنه. خب مبارکه، ما الان داریم میبینیم که چندین و چند ساله که کارگران ایران علیه قدرت خدا دارن اعتصاب میکنن، در جاهایی به پیروزی‌های درخشان رسیدن، در جاهایی شکست خوردن. جنبش کارگری مثل همه جنبش‌ها به یک خط مستقیم جلو نمیره، زیگزاگ داره، پیروزی داره، شکست داره، پیشرفت داره، عقب‌نشینی داره. ما الان در یک فاز پیشرفت هستیم، برای این انتظار که این جنبشی هر چقدر هم که بزرگ باشه، به خصوص از اونجایی که محدود به کارگران پیمانی هست و اعتراضات کارگران رسمی شرکت نفت شکل اعتصاب و از کار انداختن تولید رو خودش نگرفته، به صورت عریضه اعتراض جمع به اصطلاح میتینگ و تظاهرات ایستاده خودش رو نشون میده و در نتیجه ضعیف‌تر از اعتراضی است که کارگرها پیمانی میکنن، این دوتا با هم پیوند نخوردن اونطوری که باید، و نمیشه انتظار داشت که این انقدر ادامه پیدا بکنه تا یک جنبش فراگیر کلی درست بشه. چون خیلی ایدئاله ولی بعیده که در دومین خیزش کارگری بزرگ ما شاهد این باشیم که این بره و اینقدر موتورش در واقع ادامه پیدا بکنه که برسه به اون فراگیری. ولی یه چیزی هست، از پایان جنگ ایران و عراق تا امروز سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران، تمام دولت‌ها از رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی تا آقای رئیسی، سیاست‌هایی بوده موسوم به نئولیبرال. سیاست‌های نئولیبرال در اقتصادیات سرمایه‌داری اساساً ارتجایی و بر اساس سرکوب و بی حق کردن و بی حقوق کردن کارگرها هست. در از رگان و تاچر شما شروع کنید، از پینوشه که اولین بار سیاست نئولیبرالی توی شیلی پیاده شد تا رگان و تاچر و غیره، همه این سیاست‌ها با تهاجم به حقوق کارگرها، در هم شکستن سازمان‌های کارگری، کم کردن حق اعتراض و اعتصاب و غیره بود. اخراج چندین هزار کنترل کننده هوایی رو دوره رگان یادمون هست، در هم شکستن اعتصاب اتحادیه معدنچی‌های دوران تاچر رو در انگلستان ما همه خاطرمون هست. پینوشه هم که دیگه هیچی، جنبش کارگری در خون در واقع با شکست رو بود. در ایران هم تمام این دولت‌ها فساد ضد کارگری داشتن و دائما سیاست‌هاشون محدود کردن حقوق کارگری است. ما در کشوری هستیم که سرمایه‌دارانش، چه خصوصی چه خصوصی چه دولتی، کارفرماهاش چه خصوصی چه خصوصی چه دولتی، به شدت ضد کارگر، به شدت بر خشونت استوار هستند و به شدت درک تکبودی
از روابط کار سرمایه دارن. جز کارگر مطیع چیز دیگه ای نمیفهمن. و ما با سرمایه‌داری روبرو هستیم که نماینده بخش خصوصیشون میگه این قانون کاری که امروز در ایران هست به لحاظ دست پایگیری و مقرراتی یک قانون کار کمونیستیه. این واژه رو بارها در اتاق‌های بازرگانی ایران، ایتالیا، ایران و چین، در تهران آدم‌های مختلف گفتن. در دهه 80 آقای بهکیش این رو فرموله کرد و میگه اصلا سرمایه‌دار رو میگه قانون کار شما قانون کمونیستیه. اولا کمونیست‌ها افتخار می‌کنن که هر وقتی مسئله حمایت از کارگرا و حقوق اونم مطرح میشه بهش بچه‌س کمونیستی میدن. این افتخار برای جنبش کمونیستی به طور کلی. ولی واقعیت نداره. در ایران قانون کار رو دائما کوچیک‌تر کردن و حقوق کارگرها رو دائما کم کردن. آقای خاتمی با اون قانونی که گذروند درست همون موقعی که صحبت‌های گفتمان و غیره و این حرفا رو می‌زد، لبخند می‌زد به جهانیان، داشت کارگرای زیر 10 نفر رو از قانون کار بیرون می‌برد، داشت بخش پتروشیمی رو خصوصی می‌کرد، داشت حق اعتصاب رو باز هم محدودتر می‌کرد و خشن‌ترین سیاست‌های نئولیبرالی رو به پیش می‌برد. فراموش نکنید اینو. امروز هم یک چیز رو من می‌خواستم اضافه بکنم به صحبت‌های رفیق عزیزم به روز عارفی، و اون اینی که رئیسی برای اینکه به اینجا برسه فقط از مجتمع آهنین استفاده نکرده. فقط یک جنایتکار علیه بشریت که تحت تعقیب بین‌المللی باید قرار بگیری نیست. ایشون در ماجرای هفت تپه مانور کرد و خودش رو همجهت و همصدا با خواسته الغاء خصوصی سازی هفت تپه‌ها خودشون نشون داد. و الان هم اینجا اونجا این حرفایی رو میزنه. این در واقع برای اینه که میخواد یک سری سراب جدید رو از نوع عدالت‌خواهی ایجاد بکنه. ما الان دسته‌های عدالت‌خواه رو می‌بینیم. عدالت بسیج عدالت‌خوا، دانشجویان عدالت‌خوا، کارگران عدالت‌خوا، اینا همه دارن راه میفتن. یه سری شعارهای اجتماعی رو که به کلی در گفتمان اصولگراها و اصلاح طلبها هر دو غایب بوده و از اونجایی که به قول معروف پایان ماجرای گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی توامان توی جنبش دی ماه و آبان ماه 98 اعلام شد و این رو خودشون هم قبول دارن، یک گفتمان جدیدی رو آقای رئیسی با خودش داره میاره. از یه طرف شمشیر رو از رو بسته، به عنوان یک جانی جنایتکار علیه بشریت بهش مقام ریاست جمهوری دادن، ولی از طرف دیگه یه سری سرابهای عدالت‌خوانه هم دارن تبدیل میکنن و به نفعش دارن یه سری فعالیت‌های میکنن. یعنی این رژیم تفاوتش، این دولت تفاوتش با دولت آقای روحانی دقیقاً اینجاست. یادمون نره وقتی دولت آقای روحانی انتخاب شد، اسحاق جهانگیری نماینده معاون اولش اومد گفت این دولت دولت بخش خصوصیه، این دولت در خدمت بخش خصوصیه. با این شعار شروع کردن. مثلا کارگر و مستضعف و غیر اینها در گفتمان این جماعت نقشی نداشت. ولی آقای رئیسی چی داره میگه؟ داره میگه ما دنبال مبارزه با فسادیم، ما دنبال عدالت اجتماعی هستیم، ما میخواییم که در واقع دهک‌های پایینی به حقشون برسن و از این رو حرفا. اینی که به نظر من دولت رئیسی تفاوت داره با دولت روحانی. از یک طرف خشونت عیان رو به کار خواهد برد هر وقت لازمه، از طرف دیگه یک سری شعارهای عوام فریبانه عدالت اجتماعی رو به کار خواهد برد و جنبش کارگری به خصوص باید به این خیلی حساس باشه. خیلی متشکرم از شما آقای فرهانی. آقای عارفی، خب میشه گفتش که با، یعنی از حالا شاید از 88 به این بر ما مرگ اصلاح طلبی در ایران رو شاهد بودیم، یعنی توهمی به نام اصلاح طلبی که وجود داشت که خیلی ها معتقد بودن که میشه این رژیم رو اصلاح کرد، دیگه خودشون هم متوجه شدن که به بن‌بست رسیده. مسئله‌ای که وجود داره، حالا آقای فرهانی هم اشاره کردن به درستی که طبقه کارگر اگر اعتصاب کنه چرخ اقتصادی کشور دیگه نمیچرخه. ما طبقات مختلف اجتماعی رو دیدیم که در طول سالها اعتراض کردن و دستشون به هیچ جایی بند نبوده و به فجیع‌ترین شکل سرکوب شدن. دانشجوها 78، 88 خود من ایران بودم و در تظاهرات سکوت گواهی میدم که یکی از متمدنانه ترین تظاهرات بود، ولی به خاک و خون کشیده شد و هیچ کاری نمیشد کرد. الان آقای فرهانی هم اشاره کردن که سال گذشته کارگرها اعتصاب کردن، به خواسته هاشون رسیدن و رژیم عقب نشینی کرد. اما ما، یعنی ما که میگم منظورم من نیست، منظورم طبقات مختلف اجتماعی انتظار دارن که، یعنی علاقمندن یا امیدوارن که این اعتصابات از طرف کارگرها فراگیر بشه و اون گذار بدون خشونت رو ما شاهد باشیم. یعنی اعتصابات فلش کننده ای که به طور کامل باعث در واقع گذر از جمهوری اسلامی بشه. شما چقدر خوشبین هستید به این مسئله و فکر میکنید که آیا میشه انتظار داشت که کارگران این رهبری در واقع اعتراضات اقتصادی رو تبدیلش بکنن به اعتراضات سیاسی اجتماعی و در نهایت تغییر مسالمت آمیز و بدون خشونت؟ خب ببینید، من اولا خوشبین
ببینید پیشرفت هر جریان اجتماعی منوط به اینه که در تناسب قوا در کوتاه مدت و میان مدت چه وزنی رو به دست بیارن. یه واقعیتی که در یک حکومت سرمایه‌داری مثل جمهوری اسلامی با تمام مختصات خاص خودش اعتصاب‌های سرتاسری کارگرا به ویژه در صنعت نفت ضربه خیلی سنگینی به حکومت وارد میکنه، به ویژه اگر این اعتصابات خیلی طولانی باشه. ولی واقعیت مبارزات اجتماعی نشون میده که درست رهبری جنبش ها از سوی طبقه کارگر در اغلب کشورها به ثمرهای رسیده، ولی مسئله اساسی اینه که باید این ماشین مبارزاتی دوش به دوش هم به حرکت در بیاد. و در مورد ایران مسئله اساسی اینه که برای جانشینی حکومتی که مردم میتونن خواهان سرنگونیش باشن و امیدواریم که باشن، آلترناتیو قابل قبول پایدار خیلی اهمیت داره. و اینو در واقع مجموعه نیروهایی که در مبارزات آزادی بخش و جنبش های این جامعه ما شرکت میکنن تعیین میکنن. طبیعتا در روند مبارزه است که رهبر هر جریان مبارزاتی خودشو نشون میده و خیلی خیلی به جا خواهد بود که این رهبری از سوی زحمتکشان ایران باشه. منتها یک واقعیتی هست در شرایط فعلی، آرزوهامون رو نمیتونیم به جای واقعیت ها بذاریم. امیدواریم در این جهت حرکت بکنه. واقعیت اینه که مبارزه یک مبارزه طولانی خواهد بود. در مورد بازگشت بکنم به سوال شما که رفیق عزیزم بهروز فرهانی جواب داد، در مورد مسئله خشونت هم زنده یاد ماندلا میگفت که خشونت و آزادی خواهان نیستن که انتخاب میکنن، خشونت و مبارزه استبداد است که در مبارزان تحمیل میکنن. در مورد اینکه مبارزه چجوری پیش بره، عکس العمل دیکتاتوری تعیین کننده است از یه طرف، منتها اگر پاسخی به اون از طرف مبارزات داده بشه، فقط یه طرف قضیه رو که مبارزه استبداد هست باش روبرو نیستیم، بلکه مبارزات مردم و به ویژه مبارزات زحمتکشان نقش مهمتری میتونن ایفا بکنن، به شرطی که در این تداوم مبارزه تناسب قوا رو برهم بزنن. شما در مقابل یک رژیمی تا بخ دو بون دندان مسلح با دست خالی رهبری هر چقدر پایدار و استوار و با استقامت باشه نمیشه همینطوری پیش رفت. این در واقع در روند مبارزه است که همه این نیروها خودشونو محک میزنن. و مسئله دوباره تکرار میکنم، تناسب قوا و اینکه آلترناتیوی که برای مردم طرح میشه، اینکه نگن این بار مبارزه ما دیدیم یه بار مبارزه کردیم شاه رفت اینا اومدن رو کار. به همین جهت مسئله آلترناتیوی که برای حکومت جمهوری اسلامی به وجود میاد در بطن مبارزه تعیین کننده است و خیلی اهمیت داره. و اینکه خب اگر در این مبارزات طبقه کارگر نقش مهمتری داشته باشن، این بستگی به ادامه مبارزه و نقشی که این جنبش کارگری در مبارزات به عهده میگیره و همونطور سهمی که در ایجاد تناسب قوا به نفع مردم بازی میکنه. خیلی متشکرم از شما آقای عارفی. آقای صدای شما رو ببندم آقای عارفی. بعد آقای قائم مقام، الان تو ایران حالا علاوه بر وضعیت وخیم سیاسی و نبود آزادی که وجود داره، شریان اقتصادی هم داره از هم میپاشه، ارزش ریال روز به روز داره نسبت به ارزهای خارجی سقوط پیدا میکنه، سفره مردم کوچکتر میشه،
فاجعه کرونا در ایران، امروز یه خبر میخوندم وضعیت سیستان و بلوچستان از مرز فاجعه هم گذشته و بحران مدیریتی در کشور بیداد میکنه مردم، یعنی روز به روز آمار کشته شدگان بیشتر هست بر اساس همین آمار رسمی که میگن. وضعیت محیط زیست و آلودگی هوا به شدت وخیمه و علاوه بر همه اینا این چند روز گذشته گرمای شدید هوا و قطع برق که در ایران ما شاهدش بودیم، یک پدیده جدیدی که حالا گفته میشه سپاه داره بیت کوین ماین میکنه و برق زیادی رو نیاز داره و برای حالا پولشویی و تامین مخارج خودش و اینا، این همه این اتفاقا باعث شد که ما در علاوه بر اعتصابات و اعتراضاتی که در ایران شاهد بودیم، در چند روز گذشته شعارهایی علیه علی خامنه ای هم مطرح شد. آیا به نظرتون میشه گفتش که الان اون گفتمان براندازی، چون یه موقع هستش ما به عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور گفتمان براندازی داریم، ولی به قول آقای عارفی گاهی آرزوهای ما مثل واقعیت ها نیست. حالا من به عنوان پرسش کننده دارم میپرسم، یعنی نظر موافق یا مخالف ندارم، به نظرتون این گفتمان براندازی در سطح جامعه ایجاد شده و مردم خواهان گذر از جمهوری اسلامی به طور کلان در ایران شدن؟ او 100%، یعنی نسبتش به سال گذشته یا سالهای قبل شدیداً رفته بالا. به ترتیبی شده که شما اگه نگاه بکنین امروز واقعا در رابطه با مسئله اسلام و غیره و تمام حرفای زمانی احتراماتی بود، تمام این احترامات به هم خورده. وقتی خانم چادری می آمد تو مجلس، خود مادر بنده چادری بود، احترامی می زوشت. الان علیه این همه این حرف هاست، یعنی داستان یه ترتیب دیگه ای شده و نتیجتا تمام اون سطح ها شکسته شده به طور کلی. ولی این مسئله اقتصادی که گفتین بسیار بسیار مهمه. وضعیتی در ایران به وجود آمده که تا به حال کسی باهاش آشنایی نداشت. من یه مثال کوچیک براتون میزنم. فامیل بنده اینا دارن خونه اجاره کرده بودن، ارزونتر خونه خودشون اجاره داده بودن که یه مقدار بیشتر پول دستشون بیاد، رو حقوقشون بزنن، بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. یعنی غیر ممکنه با حقوق معمولی شما بتونید زندگی رو ادامه بدید. وضعیت طوری شد که اجاره این خونه‌ای که گرفته بودن اینقدر رفته بالا که این اجاره خونه رو نمیتونن بدن، مجبورن برگردن تو خونه قبلیشون. حالا که برگردن تو خونه قبلیشون، اونهایی که اونجا نشستن نمیتونن برن بیرون، اجاره وحشتناکی که در این چندین سال رفته بالا بیاد بیرون. نجاتا یک دعوای وحشتناکی بین خانه ها داره انجام میشه. هر دو هم درست دارن میگن. اشکال ماجرا میگه من نمیتونم اینجا برم بیرون دو برابر این اجاره بدم، اونم میگه من اونجایی که اجاره کردم که خرجم بده کمک کنه اینقدر رفته بالا که نمیتونم بدن. چند دادگاه ها پر از این مسائل شده که رأی بدن که اینا برن بیرون یا نرن بیرون، یا وضعیت اینجوری به وجود اومده. نکته دیگه ای که من فکر میکنم، ببینید هر جنبشی باید اینقدر ادامه پیدا کنه که دارای پایه بشه، دارای رهبری بشه و دارای ارگانیزیشن بشه. و تا زمانی که اون ارگانیزیشن به وجود نیامده، خیلی ساده میتونن بینش ببرن. یکی از کارهایی که رژیم ها دارن انجام میدن اینه که برن این پایه ها، این به اصطلاح این چیزهایی که به وجود داره میاد، مرکزیت هایی که میخواد به وجود بیاد بین ببرن. یکی از دوستان آمده بود آمریکا، چند پیش هم فوت کرد اتفاقا، میگم پسر دکتر شایگان بود، ایشون کمونیست شده بود و کمونیست بود و بسیار فعالیت میکرد و در دانشگاه تهران در رابطه با مسئله ارزش اضافی فلان همه اینا سخنرانی میکرد. بحث باش اینجا بود که آشر نمیگیرنید دکتر، این حرفا رو داری میزنی. گفت من یه نفرم، به مجردی که دو نفر بشیم ما رو میگیرن. نتیجتا من حواسم هست که حرفا بزنم و یه نفر بشم و با هیچکیم مشارکت تو ماجرا نکنم، کاری ندارم که کار درست یا غلط داره انجام میده. یعنی به دنبال مرکزیت ها هستن، به دنبال هسته ها هستن که هسته ها رو بین ببرن و نظران این رشد پیدا کنه. در جنبش کارگری ما این کار دارن به شدت انجام میدن که نظران این جنبش کارگری پایه پیدا بکنه. نتیجتا جنبش کارگری بعد از مدتی مجبور بره زیر زمین، اصلا راه دیگه ای براش وجود نداره، بره زیر زمین که بتونه هسته خودش رو وجود بیاره. یه همچین باید حالا وقتی بره زیر زمین چقدر میتونه توی جریان کارگری تأثیر داشته باشه، اونم مسئله بزرگیه. یعنی الان
در سر راه مبارزات مردم ایران بسیار سنگ‌های بزرگی هست، در سر راه یعنی از بین بردنی که داره دولت داره میکنه، در سر اونا هم سنگ‌های بزرگی هست که داره بردارن. یعنی وضعیت به خصوصی تو جامعه ما داره به وجود میاره، ولی مسئله اقتصادی تعیین کننده کل کاره برای این شرایطی وجود میاد. یه نکته در رابطه با چون ما به اصطلاح جنبش کارگری ما با کارگر صنعتی به اون ترتیبی که در کشورهای غربی هست وجود نداره، ولی مسئله شرکت نفت ما کارگراش تعیین کنندن. حتی در دوران شاه هم آخرین حربه به اصطلاح شرکت نفت بود که اعتصاب کرد با اینکه ماجرا تموم میشد، ولی اون میگن اون پرکایی که رو پشت شطور گشته بودن، مسئله این بود که این ماجرا نجاتن شرکت نفت جایی که اگر پایه بگیره، اگه بتونه هستش رو توش به وجود بیاره که برهده من 100% به وجود خواهد، اگه برن زیر زمین، اگه بیان روی زمین این کار رو خواهن انجام داد، مسئله شرکت نفت جریان بسیار بزرگی خواهد بود. جریان گفتم اینا برای که اون ماجرا انجام شد هم صحبت میکنم حقوق اینا رو ببرم بالا، ولی در این حالی که دارم میخوان حقوق اینا رو ببرم برای اینفلیشن، نمیدونم تورم داره وحشتناک میشه چون من پایه ها رو انجام ندادم بدن چطور درصد این حالت در جامعه ما کاملا موجود. به نظر شما نیازی به رهبری داره جنبش ها که برای اینکه به پیروزی برسن، مثلا جنبش های کارگری، آیا نیازی لزوما به رهبر وجود داره یا اینکه نه بدون رهبر به عنوان یه آدم من بهش نگاه نمیکنم، ولی هر حرکتی، هر جنبشی احتیاج به رهبری داره. حالا این رهبری دست جمعیه، یه نفری فلان، ولی به طور کلی داستان یه نفری داره تو دنیا آب میره. نمیتونه یه سازمانی بدون تشکیلات کار منظم انجام بده، باید با هم دیگه رابطه داشته باشن. باید این کار رو منتهاب میرسه به اونجا، مجبورن برن زور زمین، دوارته بیان بیرون، این کار انجام خواهد شد. خیلی متشکرم آقای فرانی. حالا شما چون همین مسئله اعتراضات کارگران رو مطرح کردید که در سال گذشته هم رژیم مجبور شد عقب نشینی کنه، از شما دو تا پرسش دارم. اولا اینکه شما آیا شما هم معتقدید که نیازی به رهبری برای پیروزی رسیدن این جنبش ها وجود داره یا خیر؟ و دوم اینکه اقشار دیگه جامعه چقدر تونن به روی این طبقه کارگر حساب کنن؟ حالا نه اینکه دیگران طلبکار باشن از این طبقه کارگر، نه، چقدر میتونن امید داشته باشن داخل گیومه که این اعتراضات اقتصادی تبدیل به اعتراضات سیاسی، اجتماعی و ملی بشه و اساسا بعد از اینکه به خواستهای اقتصادی رسیدن یک مرحله برن جلوتر و گذر از جمهوری اسلامی رو طلب بکنن؟ چقدر میشه روی این امیدوار بود؟ ببینید در ادامه صحبت‌های آقای مقام من میگم نه، طبیعیه بدون سازماندهی و بدون تشکیلات امکان پیروزی یک جنبش بزرگ در مقابل یک رژیم بسیار متمرکز و بسیار سرکوبگر مثل رژیم جمهوری اسلامی که نه فقط یک ارتش بلکه دو ارتش داره، نه فقط یک قوه قضاییه بلکه دو قوه قضاییه داره و نظام امنیتیش یک سازمان نیست، چندین و چند سازمان هستن که هم مردم رو کنترل میکنن هم خودشون رو کنترل میکنن. تو پرانتز بگم البته مامورای موساد و اسرائیل رو خوب کنترل نمیکنن، ولی مردم خودشون رو خیلی خوب کنترل میکنن و این نشون دهنده واقعا پوسیدگی و ارتجایی بودن این رژیمه که مبارزین داخل کشور رو به خوبی کنترل میکنه، ولی جاسوسای یک کشوری که ادعا میکنه دشمن اصلیش هست رو اینجور دستشو باز میذاره که هر روز ما میشنویم یه اتفاقی تو ایران داره میفته. در مقابل یک همچین دولتی این توهم محضه که فکر کنیم ما با یک جنبش بیشکل و با یک اعتصاب سراسری که سر نداشته باشه، یعنی از توی خود این جنبش یه سری نهادهایی شکل نگرفته باشن که بتونن این رو ارگانیزه بکنن، این رو هماهنگ بکنن و به جلو ببرن، بشه آلترناتیوی رو در مقابل جمهوری اسلامی سازمان داد. بس بر سر اینکه این آلترناتیو خود جمهوری اسلامی در خود کشور و در داخل این جنبش های توده‌ای باید شکل بگیره و این ترکیبی هست از کار علنی، از کار مخفی، به قول آقای قائم مقام زیر زمین رفتن و روی زمین اومدن. و مسئله تشکیلات بی خود نیست که جنبش کارگری سوسیالیستی 150 سالی که شعار میده چاره رنجبران، زحمتکشان، وحدت و تشکیلات است. این قدرت عددی رو اگر ما پخش بکنیم میتونه اختلال ایجاد بکنه. اعتصاب شما بکنید قطعاً اقتصاد رو فلج میکنه، ولی این الزاما به سقوط رژیم نمیافته. اون میتونه خودش جمع جور بکنه و خودش رو دوباره بازسازی بکنه و ضربه بزنه. اینا همه جا ما دیدیم. جمهوری اسلامی الان زیر شدیدترین فشارهاست. برای اینکه و منم کاملا موافقم که اکثریت بزرگ مردم ایران
خواهان براندازی این رژیم هست. اکثریت بزرگشون هم خواستار عبور بدون خشونت هستن. هرچی کمتر خونریزی تجربه جنبش انقلابی رو دارن. ولی همون جوری که رفیقم هم یادآوری کرد، وقتی ماندلا بگه که سمبل جنبش های غیر خشونت زا بوده و اون رهبری اون جنبش عظیم آپارتاید رو بر عهده داشته، ولی از همون آدم طرفدار مبارزه مسلحانه با رژیم آپارتاید بود، نه بخاطر اینکه عاشق مبارزه مسلحانه بود، چاره ای نداشته بودن در مقابلش. و میدونید دیگه، اون تو زندان بود، بهش میگفتن شرط اینکه بیای بیرون زیر فشارهای بین‌المللی و فشار توده‌های کارگرا و خصوص کارگرای معدن سیاه که خواستار آزادی ماندلا بودن، رژیم آپارتاید بهش میگفت تو باید نفی بکنی مبارزه خشونت‌آمیز رو تا ما به تو اجازه بدیم که بیای بیرون. این هرگز این کارو نکرد و رژیم آپارتاید مجبور شد اجازه بده که اون بیاد بیرون. اما یادم اون موقع روزنامه لومون یک کاریکاتوری رو آقای پلانتو کشیده بود که نشون میداد که ماندلا اسلحه به دست از زندان داره میاد بیرون. این خیلی مسئله مهمیه. نباید در مقابل گفتارهای خشونت پرهیزی که یه سری سراب روی داره ایجاد میکنه عقب نشینی کرد. مثل ماندلا باید وایساد و گفت ما نیستیم که خشونت تعیین میکنیم. و مردم رو باید آماده کرد برای اینکه هزینه بدن. این جنبش باید هزینه بده. الان هم داره میده. البته ماها که خارج از کشور نشستیم در پناه کشورهای غربی خیلی راحت میتونیم از این حرفا بزنیم، ولی خود فعالینی که در داخل کشور هستن که من هستن به خودم اجازه نمیدم به جای اینا صحبت بکنم سر به خصوص مسئله تاکتیکی، به خوبی میدونن که بدون سازماندهی بدون تشکیلات نمیشه جور رفت. بالاتر از اون، اگر ما نتونیم نهادهای دموکراتیک توده‌ای رو در ایران ایجاد بکنیم، فردای این جمهوری اسلامی چه کسی از دموکراسی و آزادی ها دفاع خواهد کرد؟ چه کسی نهادها این دموکراسی رو نهادینه خواهد کرد؟ یه دفعه میکنن که یه رفراندوم بشه و مردم رای بدن، یه بار مردم برن پی کارشون و همه قضیه حل شده، میگن نمیخوایم جمهوری اسلامی رو، فلان نظام رو میخوایم و قضیه تموم میشه. اصلا اینطوری نیست. دموکراسی واقعی، دموکراسی که مردم درش دخالت داشته باشن، احتیاج نهادهای دموکراتیک داره. این نهادها رو در همین مبارزه باید خاکریزی کرد. به قول گرامشی سنگروندی باید بکنیم ما ببریم جلو. این نهادها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، شوراها و غیره نه فقط ابزار سرنگون کردن این رژیم هستند، بلکه ابزار دفاع از دستاوردهای بعد و دفاع از دموکراسی هستند. دموکراسی فقط صندوق رأی نیست، صندوق رأی جزء بسیار کوچکی از دموکراسی هست و به خصوص در جایی که کلان سرمایه‌دار وجود داشته باشه، یک درصدی‌ها وجود داشته باشن، صندوق رأی رو به راحتی می‌خرن. شما نگاه بکنید الان تو آمریکاش دارن میگن شما جعل کردید تو انتخابات، چه برسه به کشوری مثل ایران به خصوص با این سابقه وحشتناک جمهوری اسلامی داره که هر کسی که دلش میخواد از توی صندوق میاره بیرون. یعنی مسئله سازماندهی چند تا چیز رو با خودش حل میکنه. یک، اون رهبری رو که شما بهش میگید از توی خودش بیرون میده و به هیچ وجه این رهبری در فایده شفر نباید باشه، این در داخل خودش. مثلا خوبای فرانی، این سازماندهی وقتی از طرف جمهوری اسلامی سرکوب میشه و جمهوری اسلامی به قول آقای قائم مقام نمیذاره یه نفر بشه دو نفر، چطور میشه شکل بگیره و اینکه چطور این طبقات مثال بزنم براتون؟ بله، این قدرت جمهوری اسلامی مطلق نیست. همین الان شما نگاه بکنید در جنبش معلمان چندین و چند تظاهرات سراسری ما در سالهای اخیر داشتیم که سازمان یافته بوده. همین کارگرای پیمانی ببینید چجوری جنبششون علو گرفت و اینا با هم دیگه هماهنگ کار کردن. این فقط با تلفن که نبوده که، این یه سری هماهنگی‌های انجام شد. اینا نطفه های سازماندهی آینده. در این حال جنبش کارگری ما این افتخار رو داشته که در طول 10-15 سال گذشته نهادهای متعددی رو ایجاد کرده. اتحادیه هفت تپه رو بازسازی کرده، شرکت واحد رو بازسازی کرده، شوراهای مختلف رو ایجاد کردن، انجمنهای دانشجویی کارگری ایجاد کردن. ایران داریم، من زیاد با اون صحبتی که پسر آقای شایگان گفت خیلی موافق نیستم، ضمن اینکه اصل حرفش درسته. یعنی جمهوری اسلامی با کسانی که تئوری میگن تو در اتاق دانشگاه، در اتاق درسای دانشگاه میرن کاپیتال مارکس رو صحبت میکنن کاری نداره، ولی اگه همون استاد دانشگاه تو همون دانشگاه بیاد دولت و انقلاب لنین رو بگه یا دو تاکتیک سوسیال دموکراسی رو بگه که نشون میده چجوری باید دولت رو انداخت، همونجا میگیرنش حتی اگه یه نفر باشه. چون از توی این جور کلاس ها، از توی این جور مبارزات هست که به قول صمد بهرنگی اون مایسی ها کوچولو ها میان بیرون. تا 10 سال پیش تعداد فعالین کارگری ما رو میشد روی دست شمرد، بعد از اون تبدیل شدن به 10 نفر، همینجور رفتن بالاتر شدن 100 نفر. الان ما وقتی جنبش معلمان رو میبینیم، دانشجویی رو میبینیم و به خصوص جنبش کارگری رو میبینیم، هماهنگی های بین اونها رو میبینیم، قطعا میتونیم صحبت از هزاران هزار نفر بکنیم. اینها احتیاج دارن که یک سازمان سراسری خودشون ایجاد بکنن.
جنبش کارگری ما امروز بیش از این که به نان روزش در واقع احتیاج داشته باشه، به این سازماندهی سراسری احتیاج داره که این حلقه گمشده جنبش ماست. ولی این جنبش با این فعالینی که ما داریم میبینیم، با این ابتکاراتی که از خودشون نشون میدن، دیر یا زود این مشکل حل میکنن. برای جمع‌بندی کردن، برخلاف تصوری که یه عده دارن، برای اینکه این تشکل سراسری ایجاد بشه الزاماً احتیاج به یک فضای نیمه دموکراتیک نیست. کارگران معدن آفریقای جنوبی در سیاه‌ترین سال‌های رژیم آپارتاید این سازمان ایجاد کردند. کارگران کره جنوبی در شدیدترین دیکتاتوری نظامی این نهادهای سراسری ایجاد کردند. در اسپانیای فاشیست کمیسیون‌های کارگری در قلب سیاه‌ترین سال‌های خشونت و اعدام‌های پیاپی فاشیسم نوع فرانکیستی در واقع ایجاد کردند. و در شیلی پینوشه هم بعد از اون شکست بزرگ اولی که غافلگیرانه خوردن در اثر سیاست‌هایی که وارد بحثش نمی‌شیم، به چند سال بعدش تونستن چنان سازماندهی بکنن که می‌بینید با یک رخوت چند ساله یک چنان جنبشی رو در این کشور ایجاد کردن که دارن قانون اساسیشون رو دوباره می‌نویسن. تمام این نهادهای دموکراتیکی که ایجاد شده است که این قدرت رو داده که اینها رو تونسته بیاره اینجا و به جلو ببره. اینه که من خیلی خوشبین هستم هم به هوشیاری فعالین کارگری و اصولا فعالین اجتماعی. و ضمناً شما متوجه شدید به محض اینکه طبقه کارگر را میفته و پرچمدار شعارهای عمومی خود طبقهش میشه، مسائل عمومی را مطرح میکنه. برابری زن و مرد رو مطرح کردن، حقوق برابر بدون تبعیض جنسی و تبعیض مذهبی رو مطرح کردن، مسئله آزادی‌های مدنی سیاسی رو مطرح میکنن. الان همین جنبش‌های اعتصابی رو شما نگاه کنید، حق تشکل و اعتصاب رو فقط برای خودش نمیخواد، حقوق پایه رو فقط برای خودش نمیخواد. امروز جنبش اعتصابی کارگرای پیمانی صنعت نفت پرچمدار کل مردم کارکن ایرانه، نه فقط طبقه کارگر، بلکه همه اونهایی که بخشان هم از نیروی کار خودشون استفاده میکنن. و این آینده خوبی رو به ما نوید میده. این باید تبدیل به یک سازماندهی بشه که من فکر میکنم دیر یا زود این اتفاق میفته و رژیم جمهوری اسلامی چون در یک بحران چند بعدی سیاسی ایدئولوژیک اخلاقی فساد رو ببینید، همه دیگه راجع صحبت میکنن، بحران محیط زیستیه، آتشگیری جنگل ها، کمبود آب، بیبرقی، همه اینا رو میبینید، مسئله اقتصادی که گرانی و بیکاری و اینا هم که دیگه این لاینحل براش، برنامه‌ای هم براش نداره، میخواد بشینه رو سرنیزه. ولی من خسته نمیشم از تکرار این، به قول کلمانسو با سرنیزه هر کاری میشه کرد جز این که روش نشست. اینا با آوردن رئیسی میخوان بشینن روی سرنیزه که اون سرنوشت چیزی. خیلی ممنون. حالا من یه نکته رو بگم، من گاهی به عنوان یک جوان فکر میکنم دارم در سیاه‌ترین صفحات تاریخ ایران زندگی میکنم و این صحبت‌های شما که از دل این سیاهی این امید و بذر امید شکوفا میشه خیلی برای من شخصا امیدوار کننده است و امیدوارم که این خوشبینی در همه مردم باشه و ما بتونیم این تغییرات رو ایجاد بدیم. آقای عارفی، من یه جمله فقط اضافه بکنم. ببینید این خوشبینی رو درس‌های تاریخ به ما میده. جنبش‌های بزرگ و سازمان‌های بزرگ کارگری و مدنی در سیاه‌ترین سال‌های دیکتاتوری‌ها شکل گرفتن. اینو فراموش نکنید. بله. بله، به هر حال میگم وضعیت ایران امروز یک جوریه که تمام صفحات تاریخ رو که نگاه میکنید شما، از من وقتی هر وقت تاریخ میخونم از صفحات تاریخ خون میچکه، چه تاریخ ایران چه تاریخ جهان، ولی هیچ وقت سیاه‌تر از این دوره من ندیدم. یعنی حتی دوره مغول هم، حالا نمیدونم، ما که زندگی نکردیم، ولی خب به هر حال آقای عارفی، این جنبش هایی که الان، حالا مثلا من جنبش زنان رو اگر بخوایم اشاره کنیم که چندین سال به طور فعال، یعنی میشه گفت اصلا از بعد از انقلاب 57، ولی به طور فعال زنان شجاعی رو ما میبینیم که روسری بر چوب میذارن و میرن خواهان برابری زن و مرد هستن. جنبش های مختلف دیگه ای در کشور وجود داره، جنبش دانشجویی، طبقات مختلف، اقلیت ها هستن، اقلیت های قومی هستن، اقلیت های چیزی هستن. اینها پرسشی که من از شما دارم، چطوری میتونن اون حلقه اتصالی که آقای فرانی هم بهش اشاره کردن، اون این چطوری ایجاد میشه؟ من میخوام یواش یواش بریم به بحث چه باید کرد که دیگه جنبندی بکنیم بحث رو. اینها چطوری میتونن با هم دیگه متحد بشن و در واقع مثل اون نخ تسبیح اگر در نظر بگیریم، این جنبش های مختلف رو ما چطوری میتونیم شاهد باشیم که به هم یک دست بشن و بتونن اون اعتصابات به قول معروف فلج کننده رو انجام بدن برای گذار از جمهوری اسلامی؟ صداتون بسته است آقای عارفی، صداتون بسته است، عذرخواهی میکنم. بله.
تاریخ و وضعیت امروز مبارزات به ما نشون میده که نمیشه جدا جدا از هم اقشار مختلف یا مبارزه جنبش های مختلف به پیش بره. طبیعتا از دور از خارج نمیشه سناریو تهیه کرد. مسئله اساسی اینه که واقعیت اینه که با شعارهایی که مردم باید بهش برسن این شعارها رو با تبلیغ کرد. اینکه این حکومت در این 42 سال کارنامه ننگین و خونینی داره، این به ما ثابت میکنه که این حکومت قادر نیست برای آینده مردم ایران برنامه بده و باید در جهت سرنگونی این حکومت حرکت کرد. طبیعتا همونطور که دوستان هم اشاره کردن، این کار سازماندهی میخواد، برنامه سیاسی میخواد، خیابان ضروریه، مبارزه ضروریه، ولی خیابان برنامه سیاسی تعیین نمیکنه و برنامه سیاسی هم در عمل انجام به وجود میاد. و اتفاقا یکی از مسائلی که ما با درس بگیریم این وضعیتی که به ویژه اپوزیسیون خارج از کشور داره، سازمان هایی که وجود دارن، اینا همشون نیت های خوب داشتن، ولی در 42 سال کارنامه اینا رو نگاه کنیم، جز پراکندگی هم از نظر تئوریک، هم از نظر ایدئولوژیک، هم از نظر برنامه سیاسی، هر روز هم بیشتر از هم دیگه جدا میشن، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی کارنامه قابل قبولی ارائه ندادن. و به همین جهت مسئله اساسی که در بدن مبارزه است که برنامه سیاسی درست بیرون میاد و یک واقعیت مبارزات همه کشورها ما نشون میده که بدون چشمداش به نیروهای خارجی، به خصوص قدرت‌های بزرگ، این خیلی مهمه که نمونه عراق، افغانستان، مثلا امروز افغانستان رو نگاه کنیم، طالبان با همه دارن مذاکره میکنن، آمریکا که مذاکره کرد امروز با ایران مذاکره میکنه. واقعیت اینه که نیروهای خارجی هیچ وقت نمیتونه آینده مردم ایران رو در واقع تامین بکنن و باید با پشتیبانی افکار عمومی در همه جا جلو رفت، ولی نیروی اصلی که میتونه این مبارزه رو به پیش ببره نیروی اصلی جامعه ما در درون کشوره. و به همین جهت باید از وضعیت اپوزیسیون درس گرفت. طبیعتاً شما گفتین که اوضاع خیلی تاریکه، ولی ما دیدیم که در تاریک‌ترین شرایط بوده جامعه هایی که به روشنایی رسیدن. منتها مبارزه کار بسیار سختیه، موقعی که در ایران با یک دیکتاتوری خون‌آشام طرفین، مبارزه به مراتب مشکل تره. مبارزه علنی و مبارزه مخفی طبیعتاً باید با هم تلفیق پیدا کنن. این چیزی نیست که مثلا بشه نسخه پیچید که من بگم چجوری باید پیش رفت. طبیعتاً آنهایی که در اون مبارزه رو به پیش میبرن از روزمره مبارزاتی خودشون نتیجه میگیرن که چه کار بکنن و اوناست که نسخه رو میپیچن در عمل. و طبیعتاً تاریخ به ما آموخته که مبارزه هر چقدر سخت باشه، دشوار باشه، با هزینه های زیاد توأم باشه، ولی مبارزه اگر به مردم متکی باشه، به کلیه نیروهای مردمی و چه زحمتکشان و چه کسانی که با زحمتکشان متحد هستن جلو میرن و این مبارزه خواهناخواه پیروز میشه. و این است که به ما امید که به ما میده اینه که آینده راه مبارزات اغلب این بوده که ارتجاع شکست خورده و هیچ دلیلی وجود نداره که ما مبارزه برای آزادی، برای دموکراسی، برای نمیدونم جدایی دین از دولت، برای عدالت اجتماعی، برای آزادی زن و مرد، همه اینا رو باید در کنار هم باید ترک کرد. نمیشه فقط یک جنبه از مبارزه رو ترک کرد و به مثلا هستن کسانی که میگن دموکراسی اگه بیاد ایران همه چی آزاد میشه و فلان و اینا پیروز میشیم. نه، دموکراسی کافی نیست. جامعه ما جامعه سرمایه‌داری است، حتما باید با
مبارزه‌ای که مردم پیش می‌برن عناصری از مبارزه ضد سرمایه‌داری توش باشه. کشور ما یک رژیم مذهبی رو کاره، حتما باید ما با مذهب مبارزه نمی‌کنیم، ولی این که مردم به این برسن که مذهب یک مسئله خصوصی است، این که ده شاهی از بودجه مردم برای هزینه های مذهبی و حوزه های علمیه صرف نباید بشه، همه اینا رو باید در کنار هم گذاشت. مجموعه اینه که با یک برنامه‌ریزی سیاسی که مردم در مبارزات بهش میرسن و رهبری که از بطن مبارزات بیرون میاد، چه طبیعتاً منظور همونطور که دوستانم گفتن رهبری یک فرد نیست، رهبری سیاسی و سازماندهی گسترده مردم، این جز اینکه به پیروزی برسه نمیشه انتظار دیگه ای داشت. منتها مبارزه کار دشواریه، راه مبارزه طولانیه، مخصوصا اگر رژیم دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی رو کار باشه که به این سادگی ها از مقابل مردم فرار نخواهد کرد. این مردم است که مبارزه‌شون رو باید به پیروزی برسونن. بسیار متشکرم از شما. ما وقت زیادی نداریم، فقط من خیلی دوست دارم آقای قائم مقام و آقای فرهاد اگر که در حدود یک دقیقه یا یک دقیقه و نیم هر کدوم از دوستان به پرسش چه باید کرد پاسخ بدن، حالا چه از منظر داخلی چه از منظر اپوزیسیون، هم میخوام بپرسم به نظرتون اپوزیسیون در این شرایط چی کار بایستی بکنن، این هم خیلی سپاسگزار میشم. آقای قائم مقام بفرمایید. من یه چیز کلی فقط میگم. یه زمانی یه بحثی بود بین آقای دکتر خنجی و خلاقه خلیل ملکی با هم اختلاف نظر داشتن، شد بعد از 28 مرداد یکیشون گفت آقا ما بعد از صفر شروع کنیم، اون یکی گفت اتفاقا نباید از صفر شروع کنیم، برای اینکه ما جنبش مشروط تنباکو داریم، جنبش مشروطه داریم، نهضت ملی داریم، غیره داریم و از ادامه‌اش رو باید بدیم. بعدا اون یکی فکر کنم خلیل ملکی بود که گفتش آقا 50 سال آزادی های اجتماعی که جامعه ما به هم عقب افتاد. جواب دکتر خنجی بود که نه، همچی چیزی این شرایط بیرونی میتونه عوض بشه. شما نگاه کنید 70 و خورده سال به اصطلاح شوروی ادامه داشت کاری که داشت انجام میداد، ولی از 2-3 سال یه دفعه همه چی به هم خورد. یعنی شرایط بین‌المللی میتونه گاهی اوقات تعیین بکنه که چه اتفاقات دنیا میتونه انجام بشه. و نکته مهمی که تو اینجا گفته شده اینه که مردم باید رو پای خودشون واسن. به مجردی که شما بخواید با تانکای اسرائیلی برید کرکوکو بگیرید عملی نیست این ماجرا. یکی جلوتون وای میسه هیچکی هم هورا براتون نمیکشید همچی کاری بکنه. این کارها در سراسر ایران قبلا انجام شده. با من فقط چون وقت خیلی کمه همینجا ادامه میدم که این شرایط میتونه منفجر بشه، میتونه به اصطلاح تکون کلی انجام شده طوری که در جاهای دیگه انجام شده. متشکرم از شما. آقای فرانی بفهمید. منم تو یک دقیقه زمینی که تشکر از شما، فقط اینو میگم که ما در خارج از کشور باید بلندگوی خواسته های مردم ایران باشیم. هر چه بیشتر تا اونجایی که امکان داره با اتحاد به جلو بریم، با شعارهای معین، با یادآوری دوران سیاه سلطنت، چون بعضی وقتا اینا از این خشونت بی حد و حصر جمهوری اسلامی سو استفاده میشه برای تطهیر خشونت بسیار سازمان یافته، بسیار نظاممند دستگاه ساواک و ارتش در دوران پهلوی ها. اینی که در هر دوره‌ای که ما داریم صحبت میکنیم، وقتی صحبت از آزادی‌ها میکنیم، صحبت از عدالت اجتماعی میکنیم، صحبت از برابری حقوق زن و مرد، به خصوص دولت لایک، دولتی که در جدایی دین از دولت درش واقعی باشه، باید یادآوری کنیم که دوران سلطنت هیچ کدوم از اینها نبود. نه دولت لایک بود، رابطه وحشتناک فاسدی که بین دربار و روحانیت بزرگ وجود داشت، یادمون نره اینها رو، مسجدهایی که شاه دوم ساخت، محمد رضا پهلوی، به اندازه جمهوری اسلامی مسجد ساخت در اون چند سال آخر دوره خودش. در ایران به هیچ وجه ما دولت لایک اون دوره نداشتیم و ساواک مخوف رو داشتیم که با همکاری نیروهای شکنجه‌گر آمریکایی و اسرائیلی شدیدترین سرکوب‌ها رو در ایران می‌کردن و این محدود به افراد سیاسی هم نمی‌شد، دامنه هنر، نویسنده‌ها، شاعران، همه اینا رو می‌گرفت. با یادآوری اون باید به جنگ این سیاهی دولت دینی جمهوری اسلامی بریم و یادآوری بکنیم که بین دموکراسی، آزادی‌های سیاسی
و عدالت اجتماعی، هیچ دیوار چینی وجود نداره. هیچ دموکراسی بدون عدالت اجتماعی نمیتونه روی پای خودش بیسته و واقعی نیست. به نفع یک درصدی ها خواهد بود و دوباره این جدال شروع خواهد شد و در این ایران آینده نقش حقوق بگیران، نقش کارگران باید یک نقش تعیین کننده باشه، وگرنه ما دیدیم که کارفرمای خصوصی و خصولتی و دولتی در مقابل حقوق بگیران ثابت به یک شکل عمل. متشکرم آقای فرانی، وقت برنامه تمام شده ولی یه چیز دیگه هم آخر برنامه بگم. من بعد از انقلاب 57 به دنیا اومدم، یعنی 5 سال بعد از انقلاب به دنیا اومدم، ولی وقتی که تاریخ رو میخونم گاهی فکر میکنم که اگر اون استبداد سلطنت نبود شاید این جمهوری اسلامی در سر ما خراب، یعنی هوا رو نمیشد، یعنی میشه گفتش که جمهوری اسلامی محصول اون استبداد بوده. شاید نداره، قطعاً محصول استبداد و مهمتر از اون برای یادآوری نسلی مثل شما که اون دوران رو ندید، محصول ائتلاف دربار و روحانیت آیت الله خامنه. فقط جناح خمینی بود که زیر ضرب بود، با بقیه دستگاه دربار بهترین روابط داشت. به یادآوری کنم های کلام داده میشد به اوضاع علمیه آیت الله خامنه در 4-5 سال اسلامی رژیم سلطنتی، و اونها بودن که ملیگراهای واقعی، ناسیونالیست ها، چپ ها، کمونیست ها، سوسیالیست ها رو زندان میکردن و پول فراوان میدادن به آیات اعظم که برن این خرافه های مذهبی رو پخش بکنن. و شخص محمد رضا پهلوی یک خرافی کامل بود، یک آدمی بود که بدترین نوع خرافات مذهبی رو تبلیغ میکرد. اینی که ما همواره هر وقت از آزادی و عدالت صحبت میکنیم از به هم پیوستگی اونها و ضدیتش نه شاه و نه شیخ باید صحبت. خیلی متشکرم از شما آقای عارفی. من دیدم شما میکروفونتون رو وصل کردید، خیلی عذرخواهی میکنم چون صدا برگشت خود من مجبور شدم ببندم. اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید. نه، فقط یک اتمام، من می‌خواستم یک کلمه بگم که این حکومت فرزند نامشروع آن حکومته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای عارفی، خیلی ممنون از شما آقای فرانی، آقای قائم مقام، و با سپاس از شما متشکرم. با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان که در این برنامه همراه ما بودید. تا یک برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.